سلام به همگی، حالتون چطوره؟ همونطور که میدونید قیمت خودروها توی این چند روز به طرز عجیب و غریبی گرون شد و پرایدی که هر سال بین 2 تا 5 هزار نفر رو میکشه و 10 ها هزار نفر رو مصدوم میکنه الان 270 میلیون شده. تو ویدیوی امروز میخواییم با هم ببینیم معروفترین و پرفروشترین خودروهای ایرانی اصلا از کجا وارد کشورمون شدن، با توجه به قیمتشون رقیباشون چه خودروهایی هستن و از ابتدای تولیدشون تا الان چه تغییراتی کردن و چند مدل ازشون تولید شده. احتمالا نمیدونستید که سایپا یک زمانی پراید استیشن و پراید دنده اوتوماتیک هم تولید میکرده، یا ایران خودرو سمند لیموزین میساخته، یا اصلا نشنیده بودید که پراید در واقع یه ماشین آمریکاییه. اگه دوست دارید عجیبترین رازهای خودروهای ایرانی رو بدونید حتما پستمون رو لایک کنید و اگه عضو چنلمون نیستید حتما سابسکرایب رو بزنید و تا آخر ویدیو هم همراهمون باشید. اول از پراید شروع میکنیم، ماشینی که طراحاش حتی تو خوابم نمیدیدن پرفروشترین خودروی بازار یک کشور بشه و تولیدش 27 سال ادامه پیدا کنه. سال 63 بود که کمپانی فورد، اون موقع مالک 1/3 سهام مزدا بود، اومد به مزدا سفارش داد یه ماشین هاچبک جمع و جور با قیمت ارزون براش بسازه، به امید اینکه بتونه این ماشین رو تو آمریکا به دانشجوها و جوانای ماشین اولی بفروشه. یک سال بعدش پراید متولد شد و اسمش رو مزدا 121 گذاشتن. یه ماشین هاچبک 3 در کوچولو موچولو با یه موتور 4 سیلندر 1300 سیسی که ما هنوزم که هنوزه بعد از 40 سال داریم ازش استفاده میکنیم. تازه اینا هیچی، حتی روش توربو هم بستیم و روی سایپای شاهین گذاشتیمش. مزدا 121 تو ژاپن تولید میشد و تو آمریکا به نام فورد فستیوا فروخته میشد. اما خب نقشه فورد تو آمریکا نقشه براب شد، چون یه ماشین 3 در هاچبک با موتور 1300 سیسی هیچ جوره باب سلیقه جوانای آمریکایی که به فورد مستانگ 6 سیلندر و شولتی که صدای موتورش یه محله رو از خواب بیدار میکرد نبود و دانشجوی آمریکایی ترجیح میداد تا گردن زیر قرض بره ولی این ماشین کوکی رو سوار نشه. اما خب فورد بیخیال نشد. 4 سال بعد پراید و فیس لیفت کرد، روش ضبط نوار کاست خورد بست، یه رینگ خوشگل هم انداخت زیرش، اما بازم این ماشین با هیچ روغنی تو کت آمریکایی‌ها نرفت که نرفت و در نهایت تو سال 1369 عرضه این ماشین تو آمریکا متوقف شد. اما تولید مزدا 121 یا همون پراید خودمون تو ژاپن همچنان ادامه داشت و با 2 مدل 1100 و 1300 سیسی فروخته میشد. حالا چطوری شد که مزدا 121 تو شرکت کیا تولید شد؟ اسمش رو پراید گذاشتن و سر از ایران در آورد. اون زمان کیام زیر مجموعه فورد بود و سال 1365 قرار شد کیا مزدا 121 رو تحت لیسانس فورد تولید کنه. ولی با یه تفاوت، اونم این که اسمش رو پراید گذاشتن که تو زبان انگلیسی به معنی غروره. حالا امروز این ماشین کجاش غرور داره من نمیدونم. تولید و فروش پراید تو آسیا ادامه داشت، چون برخلاف آمریکا تو آسیا خیابونا شلوغ و تنگ و باریک بود و درآمد مردم هم تعریفی نداشت. پس این ماشین جمع و جور و ارزون و کم مصرف با به این کشور است. خلاصه در نهایت تو سال 1372 سایپا امتیاز مونتاژ پراید رو از کیا خرید و پای این اسید خالص 99% خوشبختانه یا متاسفانه به کشور ما باز شد. جالبه بدونید اون موقع قیمتش بین 1.900.000 تا 2.200.000 بود و با همون اسم پراید به صورت هاچبک ولی با 4 تا در تا سال 80 مونتاژ میشد، تا اینکه کره‌ای‌ها گفتن دیگه حتی دانشجوهای بی پول هم حاضر نیستن این ماشین رو سوار شن و کلا خط تولیدش رو به سایپا فروخت. سایپا اومد اسمش رو گذاشت سایپا نسیم و یه مدل صندوقدار هم ازش زد که اسمش شد سایپا سبا. البته خلاقیت سایپا فقط تو تغییر اسم پراید نبود، تو سال 1379 اومد پراید استیشن هم تولید کرد و اسمش رو گذاشت پراید سافاری که سمی بود برای خودش. اما خب مردم گفتن پراید خیلی ماشین خوبیه، اومدن شکل نشکشش هم درست کردن و چون فروشش خیلی کم بود خیلی زود پراید استیشن کلن از خط تولید خارج شد. از خلاقیت‌های دیگه سایپا این بود که تو سال 82 از رو زانتیا اسکی رفت و عقب پراید رو مثل زانتیا ساخت. اسمش هم گذاشت پراید 141 که متاسفانه طراح زانتیا با شنیدن این خبر یه 2-3 تا سکته ناقص رو زد و هنوزم که هنوزه با داروهای قوی ضد افسردگی تحت درمان ایشون. پراید استیشن و پراید 141 کافی نبود و سایپا تو همون سال اومد پراید گیربکس و اتوماتیک 3 دندر هم تولید کرد که از 24 ساعت روز 1 ساعت زیر پای صاحبش بود و 23 ساعت هم تو مکانیکی. خلاصه بلایی نبود که سر این ماشین نیارن. یه سایپا بود و یه پراید و محصول دیگه ای نداشت. اینو شما به مرغ پخته بگی خندش میگیره، ولی سایپا اومد تو سال 1392 از رو پرایدی که موتورش 4 نفر آدمو به زور میکشید نسخه حیاتدار ساخت و نام پراید وانت 151 گذاشت روش و داد تو بازار. خلاصه 27 سال تمام چراغای ماشین رو عوض کردن، اسم جدید روش گذاشتن و هر روزم قیمتاشو بیشتر و آپشناشو کمتر کردن.
از زه بغل گرفته و زب تا کفبایی و چیزای دیگه. کار داشت به جایی میرسید که فقط کم مونده بود بدنه و موتور و بقیه چیزاشو بدن دست مشتری، بگن خودت برو از روی این دفترچه راهنما سرهمش کن، تا اینکه بالاخره تو سال 99 تولیدش متوقف شد. البته اسمن، وگرنه در واقعیت که تیبا و ساینا و کویک همون پرایده، فقط اومدن یکم سیلندرشو گشاد کردن، 1500 سی سی دو جفت چراغ و یه جفت سپر جدید هم انداختن روش. الان هم که قیمت پراید صفر مدل 99 نسبت به قیمت 2 میلیونش تو سال 72 تقریبا 150 برابر شده و به 270 میلیون رسیده. و پیشاپیش بابت اینکه قرار اعصابتون رو خرد کنم عذرخواهی میکنم، ولی اگه واردات آزاد و بدون تعرفه بود، ما میتونستیم توی این رنج قیمت به جای پراید هیوندای آیده، فیات پالیو، جیلی ام آر، چری ایوان یا همین ال90 خودمون که تو بازار جهانی به اسم داچیا لوگان فروخته میشه رو بخریم. حالا که پرفروش‌ترین محصول سایپا رو بررسی کردیم، یه سری هم به ایران خودرو بزنیم و ببینیم داستان این سمن چی و از کجا شروع شد. ماجرای تولید سمن از این قراره که یک شرکت انگلیسی قرار بود یه ماشین اقتصادی رو پلتفرم پژو 405 واسه یه کمپانی تایوانی طراحی کنه، ولی وقتی پروژه تموم شد شرکت تایوانی ورشکست شد و ایران خودرو که دنبال یه جایگزین واسه پیکان میگشت، این طرح رو از اون شرکت انگلیسی خرید و در نهایت با یه سری تغییرات خط تولید سمن تو سال 79 افتتاح شد و سال 81 اولین نسخه‌اش به بازار اومد که اون موقع 12 میلیون قیمتش بود. جالبه بدونید تخمین زده میشد موقع ایران خودرو یه چیزی حدود 500 میلیارد تومان واسه طراحی سمن هزینه کرده. حالا وقتتون رو با اطلاعات فنی و چیزایی که خودتون میدید نمیگیرم، مستقیم میریم سراغ بخش جالب ماجرا، مثل ماجرای تولید سمن لیموزین و سمن ساحلی. سمن واسه ایران خودرو مثل پراید برای سایپا بود و انواع و اقسام حرکت‌های مجلسی رو روش زدن. اول سمن معمولی که باهاش آشنایی تولید شد، بعد تو سال 83 سمن الکس رو زدن که فقط چراغش فرق کرده بود. سال 87 هم نمیدونم کدوم شیر پاک خورده گفت بیایم یک نسخه تشریفاتی از سمن درست کنیم. حالا چیکار کردن؟ به طرز مسخره‌ای یه تیکه به وسط ماشین بین در جلو و عقب اضافه کردن تا جادارتر بشه و واسه صندلی عقب مانیتور گذاشتن. خلاصه ایده‌های سمی رو سمن تمومی نداشت. سری مدل هم ازش اومدن طراحی کردن که خدا رو شکر هیچ وقت تولید نشد. مثلا تو سال 83 سمند پردیس رو طراحی کردن که مثلا سمند فیس لیف شده با مانیتور و کروز کنترل و برنامه مسیریابی بود، ولی به جای اینکه قشنگتر بشه از نسخه فابریکش هم زشتر شده بود. حالا فکر میکنید بیخیال پردیس شدن؟ نخیر، این دنایی که الان 600 میلیون قیمتشه در واقع ادامه همون پروژه پردیسه. بعدش هم گفتن خب سمند تشریفات و سمند فیس لیف که ساختیم، بیایم یه نسخه دودر هم ازش واسه جوونا تولید کنیم. آخه مگه پرادویی که دودر ازش بسازی و بخوای بازارو بتره کنی؟ خلاصه این ایده منجر به تولید زشت‌ترین محصول تاریخ خودروسازی ایران به نام سمند زوبین شد که اسمش هم مثل خودش عجق وجق بود و هیچ وقت هم به تولید انبوه نرسید. حالا فکر میکنید قصه همینجا تموم میشه؟ نخیر، گفتن همه چی که ساختیم جای چی خالیه، بیایم همین سمند زوبین دودر سقفشو برداریم بکنیم سمند ساحلی. ماشینی که نه با سلیقه مردم ایران سازگاری داشت نه متناسب با نیاز بازار بود. حالا فکر نکنید حوصله‌شون سر می‌رفت و مدل جدید می‌ساختن. چند تا طراحی بود و تموم شده و رفته؟ نه، هر کدوم از این پروژه میلیارد میلیارد تومان پاش پول هزینه کردن. آخرش هم هیچی به هیچ. و بعد از گذشت 20 سال همچنان تولید سمند ادامه داره و هیچ تغییر گسترده‌ای نکرده. همون ماشین با همون قیافه، اما با یه تفاوت که الان قیمتش از 12 میلیون تبدیل شده به 410 میلیون. حالا بگید الان چه ماشینی دارید و ماشینی که آرزو دارید داشته باشید چیه؟ ممنون که همراه ما بودید. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و نظرتون رو بگید. برای دوستاتون هم این ویدیو رو بفرستید. فراموش نکنید کانالمون رو سابسکرایب کنید. اگه دوتا ویدیو قبلی ما رو هم ندیدید حتما برید ببینید و زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.